اینجا دیگه رسیدیم به یک شهر قطبی. اوه چه برفی هم میاد. اوف اوف اوف. اینجا هم که رو به شفق آفریقا و اروپا میاد به این سمت، جریان های آب گرم. اینجا یک همچین آبشاری بوده اینجا که الان یخ زده است. آب سیفوه زوبه نمیدم چیه. ایرانی های همیشه در صحنه. الان اینجا دیگه رسیدیم به یک شهر قطبی و داریم میریم سمت اتوبوس که سوارشیم بریم مرز قطب و اگر بشه امشب شکار شفق قطبی. اتاقای ما قراره که اینجا هم یه رستوران جالب شیشه‌ای داره رو به شفق. البته هوا امشب ابریه و شفقی در کار نیست. اینم اتاق ما. بله خیلی چاکریم. زغال حاضر، آتیش ناکو به 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 راست میگه. اوه چه برفی هم میاد. اوف اوف اوف. ولی هوا چیزه. هوا چیزه آقا. نه اینجا دو طبقه هست. ماه بالاست اصلا. ماه بالاست ولی خب ماه پایین. عرف نداری، عرف نداری. اینجا هم که رو به شفق ولی خب فعلا که حالا برقا روشن دیده نمیشه. آره برف در زیر نور ماه، یعنی انقدر اینجا عجیب غریب برفه که مثلا کامل ماه اونجا معلومه، یعنی ابر نیست هوا ولی برفا خدا میدونه از کجا میاد. توالت خونه ما به این قشنگی نیستش که اینجا قشنگه. به خدا من چقدر گرم شب میخوایم اینجا بخوابیم. از اینقدر هم خوشگله هم چه آینه خوشگله. بریم دیدن کنیم از رستورانش. اومدیم ببین. خوابیدم ساعت 5 بیدار شدم با یک همچین تصویر وحشتناکی مواجه شدم. دیدم که شفق. سری دویدم بیرون یه سلفی گرفتم اومدم داخل. فقط یه کافشن تنم کردم یه همچین عکس خارق العاده‌ای رو گرفتم. تا رفتم داخل بقیه وسایلمو بپوشم دیدم که دیگه شفق رفته. خب الان ساعت 11 رو به وقت ایرانه، 1 رو به 11 وقت روسیه است. مسیرمون رو به سمت قطب شمال داریم ادامه میدیم که برسیم به دریای شمال. یک روستای خیلی دور افتاده است که قبلا 2500 تا آدم توش زندگی میکرده ولی الان متروکه شده، بعد دوباره توریستا میان و بعد معروف میشه. اینجا هم تو این مسیر که داریم میریم، خب اول خیلی درختای زیبایی وجود داشت و یک حالت جنگل بود. بعد هرچی که بالاتر میریم چون یخ‌تر میشه اینجا بهش میگن صحرای برف، یعنی مثل کویر که میمونه. اینجا کلا دیگه هیچ وسیله رفاهی به قولی نیست که بخواد درخت‌ها رشد کنه، یعنی دیگه هم نور خورشید کمه هم همش یخه. و اینجا هم که دارن یک عالمه توربین بادی درست میکنن که بتونن از بادش هم استفاده کنن و برق تولید کنه. این بندر ماهیگیری اقیانوس شمال یخ نزده است به خاطر که جریان های آب گرم از سمت آفریقا و اروپا میاد به این سمت، جریان های آب گرم و باعث میشه که این شکلی بشه. اینجا هم یه تاب خیلی باحالی داره. خریم سوار شد. سوار تاب شدیم. آره رضا چه حسی داری؟ حس قشنگی دارم. خوبه، چقدر خوبه. خیلی خوبه. یه جایی که اینجا داره اینه که اینجا ماسه ها یخ میزنه و کلا میشکنه. این شکلی جالبه. بره بریم بعدشون بالا یه آبشار یخ زده است. اونجا بریم.
اینجا یک همچین آبشاری بوده اینجا که الان یخ زده است این و اینجا رودخانه بوده و که یخ زده بسیار منظره جذابی داره که روبه اقیانوسه بسیار عالی و ساعت 3:30 و آفتاب تقریبا دیگه غروب کرده بسیار جالبه دوباره بیار آفتابو آره آبشار بیار واو چه آب زیبایی داشته آفرین It's in November آن تو نوامبر این شکلی ها آفرین خب ساعت 5 بعد از ظهر و اومدیم یک رستوران با حال دریایی بسیار زیبا بسیار زیبا واقعا خیلی با شکوهه و بچه های تیم هم اونجا نشستن بسیار عالی آب زیبوه زوبه نمیدونم چیه ولی طعمش میگم خوبه این بیا. خیلی آبه ولی نمک این فلفله این نه حلاله داریم یه پیاده روی میریم آقا کاظم ایشون مسئول شهرداری مشهدن قسمت هر کی یک کار داشت هر کی کار داشت بله ایشون هم که زهرا خانومن ویدا خانوم مدیر قسمت بهداشت و درمان کجا بودین بیمه سلامت بیمه سلامت بعد بعد این نغمه خانومه بله بله بعد شیرین خانم دندان پزشکن بوکسور هم هستن ایشون نفت و گاز وارد میکنن معصوم خانوم بعضان خانم آزمایشگاه داره بله مونا 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 ایشون دامپزشکن واکسن میزنن به گاوا و همین دیگه آره اینجا مسکویا مسکو که نیست البته ولی خب مورمانس که ایرانی های همیشه در صحنه در حال غیر مجلسی مسجد بودیم ما را آوردن کلیسا اینجا اومدیم اینجا نماز ببینیم تو کشتی چه خبره خیلی صدمات دیده و دوباره بعد از جنگ جهانی احیا شده یه چیه دوتا پاچین یه گوشت یک نمیدونم چی چیه کلا شهر زنده ایه اینجا با اینکه قطبه سلام